درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. با ادامه آموزش سیماتیک منیجر به زبان STL در خدمت شما هستیم. خب من اینجا اومدم برنامه رو به نام هفت رینیم کردم و توی محیط برنامه نویسی میخوایم برنامه بعدی رو با هم دیگه، دستور بعدی رو با هم دیگه آموزش ببینیم. خب اینجا همون اکسکلوسیو اور رو در نظر بگیرین، یه نات هم بهش اضافه میشه، یعنی میشه اکسکلوسیو اور نات، که اگر اینجا شما نگاه بکنید اولی رو اومده x در نظر گرفته و دومی رو xn، که این xn اولی به معنی exclusive or هستش، دومی معنی exclusive or not هست. اگر شکل مداریش رو اگر در نظر بگیرین، دوتا کنتاکت سمت چپ بازن، دوتا کنتاکت سمت راست بسته هستن. الان در این حالتی که الان میبینیم، ما از سمت راست میتونیم مدار رو بسته داشته باشیم. اگر هر دوتا فعال بشن هم از سمت چپ میتونیم مدار رو بسته داشته باشیم. از اینجا میتونیم بیایم و کیو 4 و 0 رو فعال ببینیم. اینورم که خب باز میشه دیگه. حالا اگر فقط اینو من باز بکنم چه اتفاق، ببندم چه اتفاق میفته؟ یعنی آیه 1.0 رو فعال بکنم، اینجا بسته ولی اینجا بازه. از اینجا که بس نمیتونه، از اینجا میتونه میاد باز. این چون بازه باز نمیشه. یا اگر فقط آیه 1 و 1 رو فعال بکنم، از اینجا که نمیتونه بازه، خب اینجا بسته میاد، اینم چون فعال شده باز شده، پس نمیتونیم خروجی داشته باشیم. پس برخلاف exclusive or که اگر مخالف هم دیگه بودن ما حالت فعال رو داشتیم، اینجا باید مثل هم باشن، یا هر دوتا 0 یا هر دوتا 1 اگر باشن ما خروجی خواهیم داشت. پس من میام اینو توی برنامه پیاده سازی میکنم، میگم exclusive or آیه 0 و 0 و خط بعدی میگم exclusive or not آیه 0 و 1. اگر اینو داشتیم مساوی با کیو 0 و 0. اینو سیو میکنم و برنامه رو اینجا دانلود میکنم به سیمولیشن و اینجا میذارم روی حالت فعال. اینجا میریم روی ران یا ران پی. ببینید الان کیو ما فعاله، هر دوتا شبیه هم دیگه هن. یعنی هر دوتا فعالن، هر دوتا غیر فعالن، ببخش، هر دوتا شبیه هم دیگه باشن، حالا یا 0 یا 1 اگر باشن من خروجی دارم، یکی اگر فعال باشه یکی فعال نباشه من خروجی ندارم. ببینید اگر مثلا الان فقط 0 فعاله من خروجی ندارم، الان فقط 1 فعاله من خروجی ندارم. اگر هر دوتا فعال باشه یا هر دوتا غیر فعال باشه من خروجی دارم. اینجا هم اگر نگاه بکنی الان ببین خط اول وضعیت ما صفره، ولی خط دوم چون ناته یکه. RLO یا OR در واقع exclusive OR ناته این دوتا عبارت میشه یک و شما اینجا خروجی رو داریم، با توجه به این که هر دوتا غیر فعاله، یعنی من وضعیت هر دوتای من صفره ولی وضعیت در نهایت کیو 0 و 0 من فعاله. پس اگر هر دوتا شبیه همدیگه باشن، یعنی یا 0 یا 1 باشن، ما خروجی داریم توی exclusive or not. اگر یکی، حالا چه اولی چه دومی فعال باشن، یکی غیر فعال باشه، ما خروجی نخواهیم داشت. اینم از exclusive or not که خدمتون توضیح داده شد. پیروز باشید.